سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و پادکست سه شنبه 16 اردیبهشت. توی این پادکست میخوایم در ارتباط با کل چیزهای هیجان انگیز صحبت کنیم، از ادامه ماجرای لیک های لست آف آس گرفته تا خبرهای دیگه که دور برش هست، تا در رابطه با اساسینز کرید والهالا درباره گیم پلیش میخوام صحبت کنم، درباره داستانشون، اطلاعاتی که خب توی سایت های مختلف ازش اومده، اون ویژگی هایی که گیم پلی و داستانش کلا اون ساختار بازیش وجود داره، چون خب هنوز گیم پلی ازش ندیدیم. برای همین دونستن اینا میتونه خیلی هایپمون کنه. و در نهایت در رابطه با ایونتی که مایکروسافت میخواد بذاره پنجشنبه همین هفته، که قراره اولین گیم پلی از بازی های ایکس باکس سریز ایکس بهمون نشون بده، که خب اونم خودش هیجان انگیز میشه، اولین گیم پلی که توی این نسل، یعنی قرار از نسل بعد ببینیم، اینم خودش کلی هایپه و میخوایم در رابطهشون صحبت کنیم. اما بیاین همون بحثمون رو با قضیه لست آف آس پارت 2 شروع کنیم، که خب میدونید این روزا خبر داغه. بعد از اون لیک داستانی که اتفاق افتاد، خب همه دنبال اینن که ببینن چرا لیک شد. و خب در بین این خبرها نیل دریکمن دیشب اومد توی صفحه ناتی دای و یه ویدیویی گذاشت از خودش. اول از طرفدارا تشکر کرد که این همه سال منتظر بودن، که خب میگم خیلی احساسی بود این قضیه. و بعد خب بالاخره طبیعتاً رفت سراغ این بحث لیک ها و صحبت کرد که اول اعلام کرد که بازی گولد شده. اینا بگم اول اعلام کرد که خب این پست برای این اعلام کنیم بازی گولد شده. وقتی یعنی بازی گولد شد، یعنی طلایی شد. قضیه اینه که وقتی میخوان دیسک بفرستن برای تکثیر، اون سازنده بازیشو روی یه دیسک طلایی میزنه، یعنی از جنس طلاه. تا جایی که من میدونم تا 100 سال اینا میمونه، چون دیسکای معمولی بیشتر از 10 سال نمیمونه، ولی حالا نمیدونم دقیقاً چقدر میمونه، ولی اون طلایی ها تا جایی که یادم تا 100 سال اون اطلاعات روش باقی میمونه. و خب وقتی میگن گولد، یعنی این دیگه، یعنی زدیمش رو دیسک گولد و دادیمش به تکثیر، پس داره تکثیر میشه بازی دیگه. و خب اینجا باز ما رو برمیگردن به اون بحث لیک ها، که خب از این نظر میفهمیم که پس بازی دست کسی نبوده، اتفاقی افتاده چیز دیگه بوده، که خب البته الان مشخص شده و در ادامه میگم چی بوده اصلا کل ماجرای این لیک. اما خب در ادامه همون حرفایی که من بهتون زدم و میگه مهم نیست چی دیدین یا چی شنیدین، فقط به کسی دیگه ای نگید و لطفاً صبر کنید تا بازی بیاد. این یه بازی ویدیوییه و تا تجربهش نکردید اون بازی تجربهش مهمه، مهم نیست چی میخواد بشه آخرش و اولش و چیه. خیلی نکته خوبیه به نظر منم. و خب بعد میگه که آره لول دیزاین این بازی، چه میدونم ساوند دیزاین، یعنی صدای بازی، گرافیک بازی، از گیم پلی بازی، اون ویژگی های خفنه که توش گذاشته. وقتی میگه این بلند پروازانه ترین بازی که استودیوی ما ساخته، وقتی به پشت این قضیه، یعنی ناتی داک نگاه میکنی که چه بازی هایی ساخته، هایپ میزنه بالاتر. پس ببین چه کارایی کردن که میگه این بلند پروازانه ترین بازی ماست. و خب واقعا هم همینه، یعنی یه لیک میتونه ارزش یه بازی رو به صفر برسونه. یعنی جو تو اینترنت یه جور شده انگار که این لیک تموم شد دیگه، یعنی از امروز ما میخوام یه بازی رو چیز کنیم، بازی ها رو بسنجیم بر اساس لیک. خب میتونست همون روز اولی که عرضه شد، خب یه نفر بشینه بکوب بازی کنه، بیاره توی تمام صفحات یوتیوبش تمام این آخر یا اول یا همون جایش که همه ناراحتن ازش رو بذاره، خب اون دیگه یعنی این بازی بد شد دیگه. واقعا به نظرم صحبت خوبی میکنه. و میگه قبل از اینکه ویدیو رو پر کنم یه دور دیگه بازیش کردم. خیلی حرفاش معناداره، میگه من تا الان چندین دور بازیش کردم و قبل از اینکه این ویدیو رو بزنم یه دور دیگه هم بازیش کردم و باز گریستم. وقتی اینو میگه، خب خودش یعنی داره تایید میکنه که میگه میدونم پایان غلغم انگیز داره، ولی به منم نمیدونم چی. حالا من باز میگم اصلا من نمیدونم، گفت گریستم، ما نمیدونیم چی، شاید یه چیز خوبی اتفاق میفته که گریه کرده. ببین من باز نمیخوام وارد بحث این بشم که چی بوده اصلا اونا. از شما هم خواهش میکنم اونایی که میدونن لطفاً کامنت نذارید. اگر هر حس بدی نسبت به اون دارید، اونو برای خودتون نگه دارید یا یه صفحه دیگه توی امیر گیم شو لطفاً اون حستون رو اعلام نکنید. آره میگه که باز گریستم، برای من میگه این تجربه مهمه، مهم این نیست که حالا یه چیزی رو حالا ما دیدیم یا شنیدیم. و خب از این بریم تو این که خب من هفته پیش یادتونه وقتی که اینو شنیدم گفتم این قضیه دشمنی بوده. و بعد یکم دیگه سونی اعلام کرد که ما تحقیقات انجام دادیم، این لیک از داخل ناتی داگ و چیز نبوده، از ناتی داگ یا سونی. و اون قضیه که یکی از سازنده ها ناراحت بود و پولش نگرفته، اینا درست نیست. برعکس، این از وقتی که چیز را افتاده، کرونا وایرس را افتاده، ناتی داگ داره هم پول بیشتر میده به سازنده‌هاش، هم یعنی بسته‌های حمایت داده، هم بسته‌های بهداشت داده. و دیگه اون چیز گفتن کرانچه، یعنی خیلی دارن کار میکنن ساعت‌های زیاد، اونم دیگه برطرف شده چون خب تو خونه‌هاشونن.
یعنی از اون نظر توضیح نه اینو. و همونطور که بهتون گفتم یک کسی مثل جیسون شرایر باید بیفته پشت قضیه، که افتاد پشت قضیه و مشخص شد که این لیک رو یه گروه هکر انجام دادن. و اما داستانش چی بوده؟ کوتاکو، سایت کوتاکو که البته جیسون شرایر از کوتاکو رفته، ولی خب کوتاکو و جیسون شرایر جفتشون اینو تایید کردن که خب کوتاکو رفته بود با یه هکری صحبت کرده بود که خب مثل که خبر داشته از این قضیه، این عملیات تقریبا اتفاق افتاده بود پشت قضیه. قضیه این بوده که هکره میاد میگه که من عضوی جزئی از یه گروهی بودم، یعنی میشناختم اون گروهی که این هکو میدونستن چیه. خب قضیه اینه که ما سه تا لایه داریم توی این اتفاق. یه لایه این هکریه که یه اسم خاصی هم با اسم مستعارش اومده به کوتاکو قضیه رو گفته. گفته که ما یه گروهی بودیم که اینا دوستای من بودن، اینا علاقه خاصی به ناتی داگ و بازیاش داشتن، از طرفداران این بودن و یه تقریبا یک 3-4 ماه پیش یه حفره توی سرورای ناتی داگ پیدا می‌کنن. ناتی داگ برای بازی قدیمیش مثل لاست آف آس و آنچارت و اینجور چیزا از سرورای سایت آمازون استفاده کرده بوده. و بعد اون هکرهایی که طرفدارش هم بودن اومده بودن یه حفره پیدا کردن که میتونستن به اون سرورها دسترسی پیدا کنن و اطلاعاتی که روی اون هست رو پیدا کنن و حدود 1 ترابایت هم اطلاعات به دست آورده بودن از روی اون. ولی خب چون طرفدار بودن قصد پخش کردن این قضیه رو نداشتن و رفته بودن به ناتی داگ هشدار داده بودن که شما یه همچین لیکی دارین، یعنی حفره توی سیستم امنیتیتون هست و ما الان تا الان مثلا 1 ترابایت هم تونستیم برداریم از توش ببندین اونو. اما در همین هین و اینا بوده که یه دفعه این گروه سومی وارد میشه که یه گروهی بودن که اصلا معلوم هم نیست هنوز اینا کیان. سونی میگه شناساییشون کردیم، ولی خب میگم اونا به هر حال اونها یه گروهی بودن که کارشون این بوده و برای ضربه زدن بوده قضیه، که این گروه میان هک رو انجام میدن و این اطلاعاتو میکشن بیرون. و حالا طبق توضیحات این بوده که اینا اطلاعاتی که از سرور میکشتن یه ویدیویی از همون لیکی که اتفاق افتاده از همون لاست آف آس پارت 2، اون یه ویدیو بوده از یه بیلد ابتدایی بازی، یعنی یه چیزی هم نبوده که فکر کنید نسخه نهایی بازی بوده، یه نسخه ابتدایی بازی بوده. یه تیکه از ویدیوش، حالا اون نمیدونم چی بوده که ملت همه دادشون رفته هوا، اونو تونستن خب لیک کنن دیگه و فقط ویدیو رو اومدن پخش کردن. بنابراین چیزی دست گیم اون هکرها نبوده که مثلا بشینن خودشون بازی کنن و اینا، ولی خب میگم این اشتباه امنیتی خودشون بوده، بایستی میدونستن که این اشتباهه، اصلا نباید همچین چیزی رو میذاشتن رو سروراشون. من نمیدونم چرا همچین اشتباهی کردن، چون طبیعتا میگم اینجا دیگه مشخص میشه که یه سازنده نبوده، چون حتی اگر کل دیتای بازی هم داشتن نمیتونن اجراش کنن، که چون باید دیولپر کیت داشته باشن تا بتونن اون بازی رو اجرا کنن بدون چیز رو هم پلی استیشن و دیسکو انداز رو پلی استیشن کار کنه، که باید دیولپر کیت داشتن. و خب الان که فهمیدین یه ویدیو بوده، فقط ویدیوی بوده که از طریق سرور کشته بودنش بیرون و این اتفاق افتاده بود، این لیک انجام شد. و خب میگم دیگه غم انگیز، بارها توی برنامه مختلف گفتم غم انگیزه، ولی خب ما طبق همین حرفا هم که نیل دریکمن گفت هنوز حمایت میکنیم. این بازی قرار نیست به خاطر یه بازی، قرار نیست با لیک شدن ارزششون بیاد پایین تر. این یه چیزیه که خب میگم فن بویا دارن این کارو میکنن، فن بویای هر دو طرف دارن این کارو انجام میدن. ولی میگم این از بحثش که بگذریم، میرسیم به خبر یکی دیگه از خبرهای داغ این هفته و اون معرفی Assassin's Creed Valhalla، که خب یوبیسافت بعد از اون همه شایعاتی که پشت این قضیه بود با یه حرکت خیلی قشنگ اومد اینو معرفیش کرد، یعنی یه جوری نبود اینجوری یه دفعه بگه آه این Valhalla. اومد اول یه استریم 8 ساعته گذاشت از این، از اون هنرمندی که داشت پوستر بازی رو طراحی میکرد، و خب 8 ساعت همه نشستن و اون ویدیو رو دیدن که چطور یه پوستر بازی اول ساخته میشه. حالا اون نمیدونم اون ویدیو رو دیده باشین یا نه، شاید گذاشتمش آخر همین ویدیو که شما بتونید ببینیدش اگه ندیدینش. ولی آره اون پوستر رو میشینه طراحی میکنه، اول اینکه خود اون ویدیو خیلی جالبه، اینکه ببینید چجور یه پوستر بازی رو با آوردن تصویر از قسمت‌های مختلف، از عکس‌های مختلف میارن هی تنظیم میکنن و اینو میکشن. یعنی همیشه من فکر می‌کردم اینو یکی میشینه نقاشی میکنه، در حالی که نه، اصلا یه تکنیک فتوشاپی خفن میزنن روی این پوسترهای بازی‌ها. و در نهایت در آخرین دقایق اون 8 ساعت پست لوگوی Assassin's Creed Valhalla اسمشو بالاخره مشخص می‌کنن، یعنی ما می‌دونستیم که اونها مشتی چیزن، چی میگن وایکینگن، ولی چیز نمی‌دونستیم که اسم بازی چیه. و خب اسم بازی، اسمش اول Assassin's Creed Kingdom بود، بعد عوضش کرده بودن حالا گذاشتنش Valhalla.
و خب میگم اون روزم من یه ویدیو واکنش ازش گذاشتم، از سینماتیکش هم همون روز اعلام دادم بیرون که یه ویدیو خیلی باحال بود، کلی چیزای هیجان انگیز توش دیدیم. منم یه ویدیو ازش گذاشتم که اگه ندیدین برید حتما نگاهش کنید، خیلی هیجان انگیز بود. ولی توی همون روز یه سری اطلاعات هم از بازی اومد، اطلاعات خیلی جالبی از بازی اومد که حالا میخوام براتون دونه بگم. اول اینکه روی این بازی 14 تا از استودیوهای یوبی‌سافت دارن روش کار میکنن که اشرف اسماعیل اون کارگردان Assassin's Creed Black Flag و Assassin's Creed Origins اونا دارن روش کار میکنن به عنوان کارگردان. که خب من اوریجین رو بازی نکردم ولی شنیدم بازی بدی نیست و خب اون تغییرات بزرگی توی Assassin's Creed اتفاق افتاد و اون المان‌های نقش آفرینی و اینکه لول و اینجور چیزا بهش اضافه شد توی همون اوریجین اضافه شد و خب تا جایی که یادم بلک فلگ نسخه خیلی خوبی بود و میگم از این بود میشه ازش نگرانی وجود نداره. یعنی امیدوار بودم کارگردان سیندیکیت نباشه که نیست، چون سیندیکیت واقعا از بود یه سری بوداش خیلی مشکل داشت، به خصوص میگم از بود همین کارگردانش، اینکه جهت بازی چی باشه، اینکه چه چیزایی تو بازی باشه، یه مقدار ضعیف بود به نظر من. ولی بازی در قرن نهم میلادی یا به طور خاص در سال 830 قبل بعد از میلاد اتفاق میفته و خب اون وقتی من رفتم توی ویکی‌پدیا نگاه کردم اون تاریخی که اوج جنگ بین وایکینگ ها و امپراتوری انگلستان بوده، دشمن اصلی ما توی این بازی که حالا یه فردی به اسم شاه آلفرد وسکس که خب توی منابع تاریخی هم که اگه نگاه کنید می‌بینید اون چی میگن جلودار جنگ با وایکینگ ها بوده. اما به طور کلی قضیه اینه که شما در نقش شخصیتی هستین به اسم آیور که اون یش خونده نه، حالا ما سخت برامون بگیم EIVOR هست که آور تلفظ میشه طبق اون چیزایی که گفتن. شما شخصیتتون میتونید در دو حالت زن و مرد انتخاب کنید، فرق نمیکنه. و خب داستان از این قراره که شما رهبر یعنی رئیس یکی از قبایل وایکینگی هستین و توی اون دوران 1830 میلادی اتفاقی که میفته اینه که خب بازی از تو نروژ شروع میشه و اون موقع نروژ دیگه مثل که اتفاقای توش میفته که جایی برای بعضی از قبیله نبوده، برای همین مجبور میشن که برای غذا و اینجور چیزا شروع کنن از اونجا به کوچ کردن به سواحل انگلستان و اونجا خب وقتی کوچ میکنن خب حمله میکنن به اونجا، غارت میکنن و اینا. و شما در نقش آیور رئیس یکی از این قبیله ها هستین و خب میگم جالبش اینه که وقتی شما یعنی میگه بازی رو شما توی نروژ شروع میکنه، احتمالاً بخش اون آموزشیش تو نروژ، بعد از نروژ اتفاق میفته خیلی کوتاه میرید به سمت انگلستان. وقتی به انگلستان رسیدین شما اونجا یه بیس میزنید برای خودتون و دیگه تمام ماموریت‌ها رو از اون بیستون شروع میکنید. خیلی نکته خوبیه، یعنی تا اینو گفتم ایول این خیلی خوبه. یعنی گیم پلیش اینجوری نیست که شما فقط بکش برو جلو و لول اپ کنه اینا، شما هر کاری که میکنید دقیقاً اونجا بیس دارید، بعد این بیستون توضیح میده، میگه مثلا ساختمون‌های مختلف توش می‌سازین که به گیم پلی اضافه می‌کنه، چه می‌دونم شخصیت‌های مختلف که میان تو بیستون یه ویژگی‌های بهتون اضافه می‌کنن. در همین حینه که خب مثل Assassin's Creed Black Flag که داستان این بود که خب شما یه چیزی بودید، یه دزد دریایی بودید که یه دفعه وارد ماجرای این اساسینا و چیزا میشید، تمپلارا میشید، اینجا هم همون اتفاق میفته. یعنی آیور اول یک وایکینگ، بعد یه دفعه وارد این قضیه میشه و برگشت اون سیکرت بلیدشون، اون چیز چه میدونم اون چیزی که همیشه معنای اصلا اساسینز کرید با این سیکرت بلیده بود و توی آدیسی حذفش کرده بودن و کلا آدیسی اصلا میگم خیلی اصلا ربطی به اساسینا نداشت، یعنی بیشتر بکش برو جلو بود. نه که بازی بدیه ولی میگم اصلا خیلی ربطی واقعا به اساسینا نداشت. و خب میگم این سیکرت بلید که برگشته، یعنی اون چیزای اساسینی بهش برگشته. و خب توی اون چیزش هم اون سینماتیک هم که ازش نشون دادن، من حالا اگه نگاه کنین واکنشمو، هی اسم یه تیکش خدایی میاد، خب من میگم که اولگر ولی میگه اودین یعنی خدای خدایان دیگه، خدای اون اسطوره های نورت بهش میگن، یعنی اسطوره های چه میدونم اسکاندیناوی دیگه، اسکاندیناوی ها بهش میگن نورس، که خب میگم نشون میده که خدایان هم توش حضور دارن. اما شخصیت ما پس وارد این وسط این که میرسه به انگلستان، یه دفعه وارد این درگیری بین اساسینا و تمپلارا میشه که خب
اساسینا به اسم هیدن وانز، یعنی آنهایی که مخفیان مخفی ها شناخته میشن توی این بازی، و تمپلاران به اسم اوردر آف انشنس، یعنی محفل کهنها یا قدیمی ها، یه همین چیزی معنیش میشه. پس اسماشون اینجوریه تو اون دوران. و خب میگم حالا انگیزه، طبق صحبت های کارگردانش اون شخصیت ما آیور انگیزه های خودشو داره، ولی خب اون اول یه وایکینگ تا اینکه یه اساسین باشه، و خب تصمیمات مدیر، یعنی توی بعد اون قضیه دیالوگا هم وجود داره هنوز، اینکه شما چه تصمیماتی میگیرین تأثیر میذاره توی وضعیت اون قبیلتون. و خب فرق بزرگی که میگه این شخصیت با شخصیت‌های قبلی اساسین اسکرید داشته اینه که حالا تو قبلی هم مثلا شما یه جوان 19 ساله بودین معمولا که از صرف شروع می‌کردین، ولی اینجا که از صرف شروع می‌کردین به همون می‌رفتین اینجا تو می‌شدین اون اساسین بزرگی که مثلا همه می‌شناسنش اینا، بعد دیگه همه قابلیت‌ها رو هم به دست می‌آوردین، یعنی اون چیزی که طبیعی بود. ولی اینجا اومدیم یه کار دیگه کردیم، اومدیم اینجا یه شخصیتی گوشتیم که اصلا از همون اول یه رهبر بوده، این رهبر قبیله بوده، و دیگه حالا این یه سری چارچوب برای اون شخصیت چیز میکنه دیگه، یعنی دیگه یه شخصیت چه میدونم مثل چون بود اساسین کرید دو که ادزیو یه پسر مثلا خانوم بازی بود، و یه دفعه کم کم پخته تر میشه تا میرسه به یه چه میرسه به ریولیشن که پخته ترین حالتشه. و من اساسین کرید ریولیشن از همه اساسین کرید های اون سری دو بیشتر دوست داشتم، بخاطر اینکه پخته بود دیگه، اون مسخره بازی که نمیدونم خانوم بازی اینا نبود، بیشتر دنبال اون هدفش بود. و اینجا که میگه یه فرد پخته است، یعنی اینکه پس این چارچوبا رو داره دیگه، نه اینکه آدم خشک چیزی باشه، ولی یه رهبر دیگه، یعنی با یه شخصیت قوی مترفیم که بیشتر دنبال اون اهدافشه تا اینکه اهدافشو و اینکه حالا به اساسینا کمک کنه یا هر چیزی. ولی اینجوری نیست که دیگه خب حالا این بدبخت بوده، حالا رفته برسونش به قهرمان، لول اپش کنیم تا اینا. میدونی خیلی به نظر نکته خوبیه و منم میگم یاد اساسین کرید ریولیشن میندازه. اما از این ویژگی‌های داستانی این چیزایی که بگذریم که به نظرم خب خوبه، اوکی بود تا اینجا همه چیزا، به خصوص میگم اون که میتونیم یه بیس بزنیم خیلی میتونه توپش کنه. الان ما چه میدونم رد دد ردمشن دیدیم یه بیس داشتیم چقدر حال میداد، چه میدونم همشون توی همون اساسین کرید 2 که نگاه میکردیم همون بیسی که تو اون خونه عمومون بود چیکارام بود داشتیم، اون بازی رو برای من جذاب کرد که میگم دوشو نشستم. من یکیشو هیچ وقت تمام نکردم چون اصلا برام جذابیت نداشت، اینکه فقط میرفتی میکشتی میومدی میکشتی میومدی، داستان رو فقط میبری جلو. یا مثلا از سیندیکیت چرا بعدم میومد؟ چون قطاره که بیس شما بود هیچ کاری باهاش نمیتونستم بکنم، فقط میرفتین و میومدین، فاست ترافل بود بیشتر، هیچ کار دیگه نمیتونستیم باهاش بکنیم. و ولی اینجا که میگه یه قبیله داریم و اینکه آدما رو میتونیم توش بیاریم و اینا، و خب اون گروه ما که هی بعد حمله کنیم به روستاهای انگلیسی و اینا که مثلا غارتگری کنیم دیگه، حالا واقعیت تاریخیش این بوده دیگه، حالا ما نمیدونیم چه لایه‌هایی به این قضیه اضافه میکنن که مثلا این حمله‌های اینا رو چیزیش کنن، یعنی یه مقدار قابل فهمش کنن که چرا اینا حمله میکنن، ولی خب در واقعیت اینا غارتگر بودن دیگه. ولی میگم اون آدمایی که توی چیزتون هستن کاملا میتونید شخصی سازی کنید روشون که چه شکلی باشن چه رنگی باشن اینا، و بعد حمله هایی که میکنید و اینا همش تأثیر داره توی اون تصمیماتی که شما میگیرید. و خب بعد از اینا که بگذاریم میرسیم به المان هایی که به گرافیک به چیز بازی اضافه شده، به گیم پلی بازی، و خیلی چیزای جالب بود. یکی اینکه آیا المان های نقش آفرینی مثل آدیسی و اوریجین وجود دارن؟ بله، ولی با این تفاوت که مثلا توی اوریجین و آدیسی بیشتر قضیه لول بود دیگه، و اون چی میگن طبیعت بازی های اساسینز کرید که شما مثلا به عنوان یه اساسین باید مخفیانه برید جلو و بعد یه نفر با یه ضرب بکشید و تقریبا از بین بره بود، میشد مثلا به جوری لبل آپ کنید شخصیتتون رو که با یه ضرب از پشت سر بکشید مثلا یه افراد رو، ولی بیشتر بزن بزن بود، یعنی بیشتر این بود که شما بجنگید، یعنی قضیه دیگه مخفیانه بودن و اساسین بودن یه جوری از توش از بین رفته بود. ولی خب اینا اومدن این کاری کردن که دیگه اینجا قضیه لول نیست، قضیه اون قابلیت هایی که شما و دشمنتون دارین و اینکه چجوری از اون قابلیت ها استفاده میکنین. مثلا شما یه دفعه یه قابلیت هایی رو دارین، بعد یه دشمنی هست که اون ضد اون قابلیت رو میتونه انجام بده، بنابراین شما نمیتونین بزنین، نه اینکه فقط چون لولش بالا. مثلا بود دیگه، مثلا توی اون بازیه شما تمام قابلیت ها رو خریده بودین اینا، فقط لولتون مثلا 20 بود، لول اون دشمنه مثلا 30 بود، شما نمیتونستین بزنینش، در حالی که یه دونه دشمن شبیه همون تو همین آدیسی من بازی کردم دیدم، ولی لولش مثلا پوینتر با یه ضرب میکشتینش. میدونی اینو برداشتن از توش و گوش کردنش قابلیتی. و بعد میرسیم از اونجا به بحث اسلحه ها که میگه خیلی روشون اول کار کردیم که حس ضربه زدن و اینکه
شما دارید باهاشون کار میکنید، حس کنید مثلا پرتاب کردن این که توی سینماتیکش یه تبر رو پرتاب میکنه یکی از ویژگی‌های بازیه و خب میگه تمام اسلحه ها رو سعی کردیم اینجوری باشه که حسشون کنید و این دیگه و دیگه مثلا آدیسه اینجوری است که هی برید هر کسی رو کشتید 50 تا اسلحه و زره و اینجور چیزا بهتون میده، شما اسلحه‌تون رو آپگرید میکنید. یعنی مثلا یه شمشیر دارید، با پیشرفت در بازی اون درخت‌های آپگریدی که باز میشه خب به انتخاب کنید که از کدوم بری، مثلا این سلاح مثلا سریزن باشه، قدرتی باشه یا هر چیزی، و خیلی نکته خوبیه. ببین یعنی دیگه مثلا شما بعد میگه از اول تا آخر بازی شما میتونید با یه سلاح تمام کنید، نه اینکه اون سلاح یه چیز بمونه یا آسونه بازی، نه، یعنی اینکه شما میتونید این سلاح رو آپگریدش کنید و این و حرکت‌های جدیدتر ازش یاد بگیرید، ابیلیتی‌های جدیدتر ازش یاد بگیرید و این خیلی خوبه به نظر من. دیگه لول و اینجور چیزا رو از بین میبره، اینکه شما چجور با مغزتون استراتژی بچینید و چجوری از سلاحتون استفاده کنید رو به بازی اضافه می‌کنه. مثلا من یادم تو آدیسی شما هر کسی رو میکشتی 200 تا چیز بهتون داده بود، 200 تا شمشیر و چه میدونم زره و اینا، هیچ کدوم استفاده نمیکردی، چون تو گزینه اپشنش چه چیزی داشت که شما اون شکلی که دلتون میخواست انتخاب میکردین دیگه، حالا هر چیزی هم که پیدا میکردین فقط عددها بالا پایین میشد، مثلا دفنسش بیشتره یا مثلا در برابر فلان چیز دفنس داره، در حالی که خب میگم من یه شکل رو انتخاب کرده بودم و هیچ سودی هم نداشت، ولی اینجا داره میگه که نه آپگرید میکنید و دیگه اگر چیزی رو هم عوض میکنید واقعا یه تغییری توش احساس میکنید، نه فقط شکلش عوض شه، تغییر توش احساس میکنید. این خیلی نکته خوبیه و در نهایت هم نکته ای که به نظرم خیلی خوب حالا دنبالشن که ببینن این که این بازی بین نسلیه، این که خب مثلا برای چون این بازی هم برای پلیستشن 4 میاد، ایکس باکس 1، پی سی، برای سریز ایکس و پلیستشن 5، برای همه اینا میاد غیر از نینتندو سویچ که حالا ما انتظار نداشتیم نینتندو سویچ بیاد. اما میگم ازش از هم از کاریانش که پرسید، هم از نویسندش که آقا قدرتایی که برای نسل بعد مثلا کنسول نسل بعد دارن چقدر تاثیر داشته، هیچ کدومشون اشاره ای نکردن، یعنی حتی نگفتن که لودینگاش سریع تره، میدونی، یعنی به نظرم چون بازی بین نسلی بوده خیلی دستشون باز نبوده که بخوان کار خیلی عجیب غریبی انجام بدن که مثلا از اون ویژگی ها، چون نمیتونن که مثلا آقا ما میگیم بله دو تا کنسول نسل بعد SSD دارن، پلی استیشن هم که اصلا SSDش به طور خاص خیلی روش تاکید دارن، اگه میخواست از اون رو بر بیس اونا بسازه دیگه نمیتونستن، یعنی روی پلی استیشن 4 و ایکس باکس 1 اجراش کنن، برای خیلی انتظار از اون بابت نداشته باشین، بیشتر انتظار داشته باشین از این که خب یه سری کارهایی که میشه تو این نسل هم انجام بشه، مثلا خب تکسچرها بهتر بشه، چه میدونم لودینگ ها خب به هر حال سریعتر تو نسل بعدش، یا نمیدونم اون دور چیزای درا دیستنس چیزایی که تو دور دست ها هستن کیفیت بهتری داشته باشن، یعنی بیشتر اینجور چیزا مطمئنن هست. و خب میگم حالا به خبر بعدی هم که رب داره، گیم پلیش احتمالاً دو روز دیگه پنجشنبه که میخواد ایکس باکس یه ایونتی گذاشته، ایکس باکس انسایت، که قراره یه ویدیو باشه و بالاخره به قول خودشون یک اولین گیم پلی از ایکس باکس سریز ایکس رو نشون بدن. و خب توی اون نامه‌شون هم که نوشتن که نوشته بودن گفته بود که بازیای از شرکای جهانی ما، یعنی ننوشته اون فرست پارتی که یعنی بازیای انحصاریمون، که طبیعتاً میشه همین اساسین اسکوئید، چون که خب هفته پیش معرفیش کردم، بعد از یه هفته که همه بحث کردن در آتش میرسیم به گیم پلیش، گیم پلیش نشون میدن، به نظرم کاملا چیز قابل فهمه، به خصوص که ایکس باکس و اون دیدین که توی تریلرهاش هم همش ایکس باکس نشون میداد، بنابراین با هم دیگه شریکن توی این قضیه بازیش. و خب عکسایی هم که از محیط بازی دیدیم اون چیز خیلی بگم وای نسل بعد اومده اینا اینجوری نیست، ولی خب خوبه به هر حال دیگه، امیدوارم برای نسل بعد 60 فریم باشه، یعنی من الان دو روز دیگه مونده، اگه 30 فریم باشه که اتفاق کردم، یعنی اصلا حالم به هم میخوره دیگه که ما نسل بعد با این همه سخت ابزارهای قوی روی اونا نتونه 60 فریم، یعنی فقط 4K باشه، یعنی واقعا مسخره است اگه اینجوری باشه، خیلی یعنی ضعیف به نظر من این قضیه اگه 30 فریم باشه، امیدوارم 60 فریم باشه. حالا من کار ندارم چیزای گرافیکی و اینکه نمیدونم محیطاش بزرگتر اینا اصلا غیر منطقی این درخواستا، ولی اینکه 60 فریم باشه 4K باشه، حالا 4K هم نه 1080 60 فریم باشه، آقا من بدبختی میدونی چیه، بدبختی اینه که نباید خیلی هایپ کنیم خودمون رو، این اوایل نسل همیشه بازیای ما دارن ضعیفن، بعد رفته رفته که سازنده آشنا میشن باهاش بازیای خوب شروع میشه، ولی خب میگم بد نیست دیگه، یعنی اونایی که برنامه داشتن برای خرید ایکس باکس و پلی استیشن 5 اون روز اول، حتی اگه بازی انصاری هم که قطعا میدونم پلی استیشن داره انصاری، ولی مثلا چه میدونم مثلا ایکس باکس اگه کسی از هیلو خوشش نمیاد یه بازی مثلا اساسین اسکرید
والهالا داره که میتونه قشنگ یک سال وقتشو بگیره. توی صحبتاشون هم میگه، میگه بازی خیلی بزرگه و یه جورایی ادامه داستان اوریجینه. خب از بود داستان ادامه اوناست، اون بخشای آینده‌ایش هم که اون لیلا حسن بود، کی بود یادت خیلی خوششون نیومده بود، منم خیلی تو همون آدیسی هم که بازی کردم اصلا نفهمیدم قضیهش چی بود واقعا، هی فقط میومدیم روشون میرفتیم اصلا من الان چی بود. ولی میگم اونم قرار ادامهش بدم و میگه یه کاری میخوایم بکنیم باهاش که اونایی که دوست دارن اون بخشا رو حال میکنن. ولی میگم اون بخشا از وقتی که دزموند مایلز مرد، نمیدونم مرد چی شد یادم نمیاد اصلا چی تو شاله الکم نگم بعد بگید اسپو، من واقعا یادم نمیاد چی بود، ولی هر اتفاقی که براش افتاد از اون به بعد دیگه یادم نمیاد چی اصلا چی شد کجا رفت. تو سیندیکیت که اصلا مسخره بازی آدم فضایی ها و یه چیزای عجیب غریبی داشتشون میداد تو سیندیکیت، من فقط اونو تا اونجاش رفتم که به اینا رفت داشت. آدیسی رو تا یه جایش رفتم که میرسید به این که بخواد توضیح بده اون تمدنهای گذشته رو، ولی دیگه انقدر بازیش کردن یعنی خیلی طول کشید رسید به اون حرفا، بیشتر همین بحث کاساندرا و اون داداشش و اینا بود داستان آدیسی. ولی میگم مثل که اون هم یه ادامهش دادن داستانای لیلا حسن و در کل دو روز دیگه میگم مونده که ما یه گیم پلی از این ببینیم و صحبتاشون به نظرم صحبتایی که اینجا کردن خیلی نوید بخش بازی خوبه، یه بازی حتی اون چیزش نویسندش ازش میپرسه چیز گیم اسپات، خبرنگار گیم اسپات که از روزی که اینو خوب معرفی کردن قطعا مقایسه‌های زیادی با گاد آف وار اتفاق میفته و میگه که آره من گاد آف وار رو بازی کردم، خیلی بازی خوبیه، ولی خب اون خیلی اسطوره‌ایش کرده، یعنی اینکه کریتوس مشت میزنه تو دهنه نمیدونم بلدور و اینجور چیزا، میگه ما اینجا خیلی سمت اون سر رفتیم، ما بیشتر اومدیم اون بود چیزش رو پوشش دادیم، بود تاریخیش، اینکه اون دوران نروژ، دورانی که دوران سیاه انگلستان میگه دارکست تایم اف انگلند، یعنی دوران سیاه انگلستان و اینکه اون دوران چجوری بوده، این چیزا وایکینگ ها چه زندگی داشتم، گفت ما رفتیم اینا رو تحقیق کردیم، بیشتر ما اومدیم رو بعد واقع گرایانه و چیزیش کار کردیم، اون تاریخیش کار کردیم. ولی خب میگم اشکال هم نداره، قرار نیست اینا گاد آف وار باشن قطعا، ولی خدایان تو بازی هستن، مثل تو همین آدیسی که مثلا یه دفعه چه میدونی گاو نشی میزنه بیرون اینجور حرفا، اونا هم اون چیزا هم هست اون درگیری، ولی خب من امیدوارم یه مقدار این درگیری ها رو هیجان انگیزترش کنه، نه اینکه فقط یه موجودی باشه که لولش بالا نه شما باید 200 بار بزنید بهش تا بمیره و آخرش هم نمیدونم چی داد اصلا، چی داد برای کشتن اونا. من فقط توی آدیسی یه دونه گاوی بود اونو کشتم، یه چیزی کوچیک اصلا یادم نمیاد چی داد، فکر کنم بعد یه چند تا چیزو جمع می‌کنن که دری باز بشه که برسید به اون علم اون خدایان چیزی. میگم خیلی اون چیز هیجان انگیزی که من دوست داشتم نبود، بیشتر اگه یه حالتش بکنید که مثلا شما دارید تو محیط این وایکینگی این روم برین، یه دفعه مثلا میرین اونجا اودین نشسته مثلا، خب اودین صحبه، یه دفعه مثلا بلدور بیاد، چه میدونم تور مثلا یه قسمت شده تور بیاد رعد و برق بزنه به اون کمک کنه تو جنگ های مثلا دریایی، میدونی خیلی خوبه، به خصوص که خیلی هم چیز داشت تمرکز داشت رو همین بحث یه کشتی‌های لانگ بوت، یعنی کشتی‌های بلندی دارید شما که خیلی کارا باش انجام میدید، این حمله‌هاتون به جزایر انگلیس از طریق این کشتی انجام میدید. به طور کلی هم بازی فکر کنم 4 تا لوکیشن گفت داره، یعنی یکیش تو لندن و یعنی تو انگلیسش انگلستانش لندن و وستکس و چند 4 تا جا داره، اونورم یه دونه نروژ، یعنی 5 تا کلا لوکیشنه که ولی بزرگه اون بخش انگلستانش، بیشتر میگم اون نروژ به نظرم مال چیزای آموزشیشه، ولی خب باید صبر کنیم تا پنجشنبه این گیم پلیش بیاد، اون موقع قطعا نگاش میکنیم با هم واکنششون میدم بهش و بررسیش کنیم ببینیم چه چیزایی، تا اون موقع اینا رو بهتون گفتم که هایپ باشین بدونید چه خبر بازی، تا وقتی اون تریلر اومد برین و لذت ببرید. و دیگه نکته دیگه نمونه، جز اینکه یادتون نره برای حمایت از من صفحه رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک بزنید و اگه دوست دارید که از برنامه حمایت مالی بکنید به ریمی ترمین گیم شو که لینکش توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید. مرسی که این پادکست رو تماشا کردین یا گوش کردین یا هر چیزی، تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از همین گیم شو، خدافظ.